دقیقا بچه ها کنار صف اولین کوچه سمت راست یک کوچه هست با بافت سنتی که قامت به سر بکنن و یک کوچه ویلسه یک هست داخلش. یادم 7-8 سال پیش، نه 7-8 سال پیش نه 4-5 سال پیش از طرف خدمت رو از کنم گیلگمش عزیز آقای آرش نوراقایی گل اومدیم اینجا و یک سری تولید محتوا می‌خواستیم انجام بدیم. یک زمانی من با دوچرخه سفر می‌کردم، دوچرخه گیلگمش دستم بود، اومدیم اینجا و یک سری محتوا و اینا تولید کردیم. چندین سال نیومدم اینجا و امروز دیگه بالاخره توی این مسیر پاسارگاد به آناهیتا دیدم وقتی توی 40 کیلومتری چنین جای خاصی توی ایران هستم چرا نیام و یه عرض‌ادبی به دوستان نکنم و یک سلامی هم به این شهر زیبا. اداره میراث ابرکوه بچه چقدر خوب کار کرده. هیچ کدوم از اینا سالهای گذشته نبود و خیلی مثل یزد اومده یه بافت قدیمی زیبا رو به وجود آورده. سفره‌خانه و اقامتگاه کومه و سرو کهن. چون الان خیلی خسته هستم برم سرو چرخ و وسایل بذارم یه ساعتی بکنم برای نهار برم کومه. ای کاش میتونستم چند روز بمونم اینجا، اینقدر من این شهر رو دوست دارم. اما فردا صبح دیگه باید حتما حرکت کنم به سمت آبادی به امید خدا. امشب رو بمونیم پیش ابوالفضل و فردا اقامتگاه بونگری سرو کهن و بریم دقل باب کنیم ببینیم خود ابوالفضل هست یا نه. خیلی تغییر کرده، سالهای پیش انقدر تردمیز و مرتب و شیک و انقدر به صورت معماری باستانی نبود اینجاها. ولی خوشبختانه توی این بحرانی که توی این دو سال گردشگری ایران رو گرفت به خاطر کرونا، نه تنها اینجا از بین نرفته بلکه مقاومت کرده و الان خوشبختانه هنوز این بومگردی پاورجاست. سلام، خسته نباشید، خوبی؟ بچه اومدم داخل فقط خواستم یه ویدیو سرسری بگیرم که اینجا رو ببینین. سر زور اومدم و توی یک اتاق ساکن کردم و فرض که من خاطره دارم باهاش، قبلا خیلی اومده بودم اونجا. ببینین که چقدر البته خیلی تغییر خوبی کرد توی این چند سال. درخت ها همه بزرگ شدن و اقامتگاه خیلی زیبا و قشنگ هستش و ابوالفضل و بچه های اینجا خیلی بچه های باحالی هست، یعنی واقعا جای خوبی هستش برای سفر کردن. گفتم یه اتاقی میخوام حموم داشته باشه، راهنماییشون به اتاقی که هر موقع میامدم اینجا توی همون اتاق به قول معروف اسکان داده میشدیم، اتاق دنج سر به یک که هم ماشین تا دم درش میاد همین که دنج و خلوت و ساکت. بچه لحظه باشکوه یا خدا وکیلی بعدی 6-7 روز برسی به یک حمام. بچه لباس تمیز اون بالا گذاشتم دیگه، شامپو، صابون، لیف و سخته بچه ها. واقعا شرط کاری ما سخت هستش. بعضیاتون ممکنه بگین خب علی رضا حالا هر شب یه جا این. ببینین این که من دوستای خوبی اینجوری پیدا کردم و لطف دارم در طول مسیر یا دعوت میکنن یا جایی رو معرفی میکنن به خاطر 17-18 سال 20 سال زحمت کشیدنه که این اعتبار به دست اومده، وگرنه خیلی ها که شروع میکنن حتی تا یک دهه از سفراشون میگذره اینجوری لطف مردم در حقشون ندارن. واقعا جا داره تشکر کنم دیگه. حالا با این وضعیت و این قیافه دیگه فقط دست رو ببینین چقدر تفاوته نسبت بدن. بریم دوش بگیریم با این وضعیت ویدیو گرفتن هم چیه. خب بچه ها خوشبخت شدم، سعادتمند شدم، دوش گرفتم. آخه لباس پلو خوریامون هم پوشیدیم. لباس پلو خوری ما شامل یه شلوار نو هست، کفش قدیمی، تیشرت قدیمی، یک کلاهی هم. بریم چرخی بزنیم
قبل اینکه برم دوش بگیرم ابوالفضل جان اومد نشستیم با هم یه کاری روبوسی و صحبت و اینا، و حالا بهتون میگم نالیدنی ها رو بعدا میرالم. بعد از دورا بچه ها باز میشه که حالت سفرخانه هستش، جوان ها میان دور همگه میشینن بازی میکنن، قلیونی چایی چیزی میکشن و از این راه هستش که تونسته این بومگردی دووم بیاره. و بچه ها یه سری بریم تا کومه بی بی سه، یه پیش این دوستمون انقدر کاسبی ها خراب هست که قبلنش شام هم بود نهار هم بود، الان فقط نهارمونم دو ساعت میان وای میستن. بریم ببینیم هستن. این بی بی سید، کومه بی بی سید و سفرخانه سنتی داستان ها داره متوجه این که حالا من میریم اونجا، خواهش میکنم که یک توضیح هم بعدن بدم. یک زمانی ما اومده بودیم اینجا مخلصم، احوال شما چطور عزیزم؟ خوبین؟ خسته نباشید، قربون تو برم، مرسی. چه خبر؟ خوبین انشالله که متشکرم. کومه بیل سید عزیز، خب سفرخانه سنتی کومه بیل سید که واقعا یادش بخیر، اون زمانی که من با گیلگمش کار میکردم میومدیم اینجا با خدمت رو از کنم. داستان اینجا رو حالا میگم که بیان براتون تعریف کنم. هر اتاقی به یک نامی، اتاق میونی، اتاق پای تنوری هستش که پایین حالا این تنور بوده. اینجا خونه خدمتتون هست که مادر بزرگ این دوست عزیزمون هستش که اول میگم چند سال گذشته، از اینکه 2-3 سال هستش که گذشته و خیلی وقته که همدیگر رو ندیدیم. مخلصم برای همین اول نشناخت بنده خدا منو. اتاق هم به نام اتاق تنری هستش که حالا داستان هر کدوم از این اتاق ها رو به تفصیل حالا ازشون میپرسم و بهتون میگم. سفرخونه فوق العاده ای هست اینجا که حالا گفتنی ها داره، اگه بتونیم این دوست عزیزمون رو پیدا بکنیم یه تاریخی از اینجا بهتون میگم. خب بچه ها جاتون حسابی خالی، یک غذا خیلی چرا دوربین برعکسه؟ خورش چیه این؟ متنجینه. متنجینه دست درد کنه. خب بچه ها خورش متنجینه غذای بومی محلی ابرکوه زیبا، بفرمایید. بچه ها دم بوده خورا که متنجینه بهتون بگم که ترکیبی از همون خورشتی هستش اما با آلو، آلوی تازه که دقیقا زیر زبون میاد و مزه خیلی خوبش رو کامل میشه حس کرد. خورشی هستش توش گوشت داره و یه رب خیلی خوشمزه، نمیدونم فکرم رب انار باشه، حالا حامد جان بیا ازش سوال میکنم. خب بچه جاتون خالی، غذای فوق العاده عالی بودش. یه سری چیزایی از تاریخ ابرکوه اینجا هستش که حامد جان اومده زده، به عنوان مثال این سندی که شما دارین اینجا میبینین یا قوانین ابرکوه بوده که سالار نظام، من یادارم سایلن کنم ببخشید یه لحظه، معذرت میخوام وقتی این صدایی که میاد، سالار نظام، امید سالار یا سولت یا قدم علی امیدوار، اینا خوانین ابرکوه بودن. این رستوران توی تریپ ادوایزر هم کامل ثبت شده، محرم در ابرکوه بوده که به این صورت بوده. یه سری وسائلی که خیلی هاشون بر میگرده به مادر بزرگ حامد جان، این کومه بی بی سید در از حامد اومده گذشته اینجا، یعنی چیزهایی که از مادر بزرگش به یاد بود و یادگار بوده اونها رو اومده مثلا اینجا احیا کرده، از غذاهای سنتی و خیلی نقش پررنگی داره آقای حامد اکرمی توی تاریخ گذشته شهر ابرکوه. اینجا روزخانه‌های ابرکوه بوده که عکس و تصویرش رو داریم، یا پردخانی‌هایی که در ابرکوه توسط مرحوم حاج رضا معصوم شاهی بوده، این سری ظرف و ظروفی که اکثر اینا توی خونه‌های بومگردی و خونه‌های قدیمی میشه دید. اما این عروسک هایی که داری میبینی اینجا، اینا به یه مدتی خود آقا حامد تا
تولید میکردن با تعداد زیاد و از گذشته ها و سالهای قبل از اینجا به یادگار مونده. اینجا شما در کل وارد حیات که میشین، بذاری من برگردم دوباره از اینجا براتون بگیرم. از در ورودی که وارد خونه میشه، خونه قدیمی بوده، چند تا اتاق بوده مثل چله خونه و اینها که بهتون توضیح دادم. این تاق و گنبده اینا همه بوده و همه جا اومده همه رو بازسازی کرده. حالا توی یه سری از اتاقا به این خاطر که مسافر هست، اینجا الان مسافر قبلا بود ولی الان رفته، بهتون نشون بدم. جایی هستش که مدل‌های مختلفی از غذاهای سنتی رو اینجا توی این رستوران که یک رستوران سنتی هست سرو می‌کنن. برای همین 100% شما در طول زندگیتون برای دیدن سر به 4500 ساله به ابرکو خواهید اومد، یعنی اینکه قبلا اومدید. اگر اومدین حتما سفره خونه و اقامتگاه بومگردی سر به کهن رو فراموش نکنید. توی قسمت مدیریت هم که میاین، حالا غیر از این نقشه‌های قدیم، من اینو دیده بودم قبلا ولی این طرح رو ندیده بودم، لیستی هست از غذاها که غذاها رو داریم میبینین. این چلو خورشت متنجینه اون چیزی بود که برای من آوردم و یکی از غذاهای اصلی و پرفروش اینجا هستش. و اینکه خدمتتون عرض کنم اینجا هم میز آقا حامد هستش که روی این کامپیوتر ما کلی از عکسای قبلا گوشی ها رو منتقل میکردیم. نمدی از سر و ابرکو هستش و این هم اتاق مدیریت. خب بچه ها، بعد از صرف نهار رو خدمتتون عرض کنم آقا حامد نبودش، رفته بود گویا کلاس دستی اینها داشتش. وقت خداحافظی اومدم یه سر به سر بزنم، حتی زود الان ساعت 4 برم 2 ساعتی بخوابم، از که یک مقداری هوا بهتر شد و خنک‌تر شد بیام یه سر بزنم. اینجا یه مرکز تفسیر بازدیدکننده اثر ملی سر به ابرکو هستش، یک کافه‌ای که خیلی کافه خوبی هم هست که حتما عصری سری بهش می‌زنیم. امروز جمعه است بچه ها و یه مقدار بخواهم استراحت دادم، پیاده روی کردم، صورتم شاید سوخته. خب مشخص قرار هست بارود خفنی بیاد، برای همین چرخ رو بستم و دیگه وسایل برداشتم هم برم چرخی بزنم این دور بر. از این هوایی هستش که توی یزد دیدیم یه هم مثلا یه گرد و خاک وحشتناک طوفان شنیاد، هوا از اون هوا شده. برم تو تایگ نشده یه سر سر رو بهتون نشون بدم مفصل. تو رو خدا ببینیم وضعیت هوا رو، عجب هوای سکسی شد. بودو هم که قرار حسابی خست بشن. خب بچه ها، در بعد به ورود که میان یه گیتی هست اونجا که روزای تعطیل و عید و اینا میبندن و پول ورودی میگیرن. یه تابلوی هستش در مورد سر کهنسال که پایینش نوشته سر و ابرکو درختیست بی نظیر، از تیره انگلیس نوشته، با ارتفاع بیش از 25 متر، قطر تنه 18، که به گفته گیاه شناسان روس پروفسور الکساندروف عمر این درخت 4000 سال است، آنچه که گیاه شناسان ژاپنی عمر اون رو تا 8000 سال هم تخمین زدن. و این طرف هم جاذبه‌های گردشگری و نقشه شهر ابرکو رو اومده زده که ببینین کم نیستن. یک توریست گاید داریم اینجا که الان تعطیله و این هم کوچه‌ای که اقامتگاه و سفره‌خانه داخلش هست. به گفته دو تا روایت هست، میگن که یه روایت هستش که میگه که این درخت رو حضرت زرتشت با دستای خودش اومده کاشته. خودتون میدونید که سرو نماد زرتشتیان هست و
این درخت هم قدیمی ترین کهنسال ترین سرو ایران هست. یه روایت دیگه هست بچه ها، میگه که فرزند حضرت نوح، فرزند ناخلف حضرت نوح اومده این درخت رو کاشته. این دوتا روایت هستش که در مورد صبر ابرنوح صادق هست. هر لحظه ممکنه یک رگبار وحشتناک شروع بشه. دوربین امنیتی رو هم داریم میبینیم اینجا، یک دور کامل دور این درخت میزنیم و میریم این طرف. یک دونه کافی شاپ هست، میریم داخل آن میشینیم. انتظامات صعب کهنسال هست و خوبه که مراقبت میکنم. این حصار زیاد شاید مثلا 10 سال زده شده و قبلا مردم حتی میرفتن زیر درخت هم میشستن. این رو هم بگم که چندین سال پیش خیلی تلاش کردن تا این صبر رو بین ببرن، زیرش روغن ریختن و اینجور مسائل. خب بچه بارون شهید شده، من قطع میکنم تا برم تو کافی شاپ. بچه یه چیزی نزدیک به بدون اقراق بهتون بگم، 1 ساعت هست من الان اینجا ایستادم و دارم به این صرف نگاه میکنم و توی ذهنم شروع کردم از دوره های پسا تاریخی، یعنی دوره هایی که اولین آدم هایی که توی ایران سرزمین فلات ایران زندگی میکردن، از دوران مادها بگیر بیا تا هخامنشیان، بیا 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 تا حمله عربا به ایران و دقیقاً یه چیز نزدیک 3-4 هزار سال رو من نشستم فقط همزاد پنداری داشتم میکردم، اون بالای بالا رو نگاه میکردم، قسمت های شبت و اسکم بالای درخت. شاید مثلا یک زمانی مادهایی که داشتن از اوراسیا کوچ میکردن به سمت فلات مرکزی ایران رو دیده باشن. دوره های میان تاریخی، پسا تاریخی و تا به امروز که رسیده که من و شما داریم ببینیم. یعنی 1 ساعت وایستادم اینجا، واقعا لذت بردم. یک برج اون بالا هست بچه ها، داریم ببینیم. کلا ابرکوه، شهرهایی که توی حاشیه راه ابریشم بودن به خاطر حالا مزایایی که بازرگانی این راه به دست می آوردن و حمله های متناوبی که می شد، مثلا شهر ابرکوه چندین سری مورد حمله قرار گرفته، از مغولا بگیرین تا حمله افغان ها، و چندین بار این شهر خراب شد و رفت یک جای دیگه ساخته شد. شهری هستش که خیلی تاریخ داره و خیلی گذشته داره و خواستم اینها رو باهاتون در میون بذارم، به این خاطر که صبح اول وقت من از ابرکوه میرم سرمخ تا ادامه مسیر رو انشالله شروع کنیم. خب بچه ها، این ورودی کافی شاپ هست، بهتون گفتم خیلی جای گرم و صمیمانه هست. این زنگا همیشه آبروی من میبره، چون قد شطوری هم فقط به من میخوره. و اینکه خدمت رو عرض کنم که اون مدیریت قبلی که اینجا بود الان نیستش، مدیریت قبلی این آقا بودش که امشب احتمالا نمیان اینجا. و اینکه حالا نشستیم با یه دونه چایی شروع میکنیم تا ببینیم چی میشه. بچه حیف آمد این قسمت انتهای خیابون کوچه بومگردی هستش. این دیوارا قبلا اینجوری مرمت نشده بود، الان چند سالی هستش مرمت شده. تو رو خدا کوچه باغ رو ببینید و بناهای به این صورت، سنگ فرش، دیوار کاهگلی، واقعا آدم سیر نمیشه از راه رفتن توی این کوچه ها. شکوفه های انار هم که دیگه کم کم دارن تبدیل میشن به این میوه و یاقوت بهشتی. و ای جان که چه صفایی داره اینجا. بچه اومدم یه پارچه نویس پیدا کنم که موقتا یه چیزی به عنوان پرچم به کف داشته باشم، ولی متاسفانه اینجا هستش که بسته است و متاسفانه کاری هم پیش نمیشه بود.
نه این یکی از لامپا روشن کن. بچه ها ابرکوی بارونی داره میباره که اصلا عشقا با آقا ابوالفضل و سعید جون گل مدیران محترم اقامتگاه بومگردی سر به ابرکو اومدیم دور بزنیم توی شهر جاتون خالی و بارون هم داریم میبینیم. اینقدر بارونه برای بچه های کبیری بارون خیلی لذت بخشه. نه چه صد درسته واقعا چاکرم آفر سعید آقا چاکرم بچه ها اومدیم توی یک سوله ای توی محیط سنتی اطراف ابرکو. ابوالفضل و سعید ماشاءالله اینجا رو احتمالاً میگیرن، حالا یه خط تولیدی چیز راه میندازن. ماشاءالله بچه ها توی این یکی دو سال کرونا گوشیتون کرد خوب دووم آوردن و انشاءالله نتیجه این همه صبر رو دیگه بعد از این دو سه سال و راه افتادن گردشگری انشاءالله میبینن. شلوار نومو دارین بچه ها؟ خب با ابوالفضل و سعید اومدیم دیگه، حالا گفتن که علیرضا اومده میخوان بساط کباب بابا به راه بندازن، آمدن فیله بگیرن که به سیخ بکشیم و امشب بزنیم و خیلی خیلی اصرار میکنن که علیرضا 3-4 روزی بمون بریم بگردیم. ازشون خواهش کردم اجازه دادم برم چون که مسیر طولانیه و هوا روز به روز داره گرمتر میشه، برای همین فردا هر جوری هست باید برم سمت آباده. بچه ها ساعت نزدیک 11 هستش، تازه بساط کباب مرغو رو برا کردم بچه ها و دیگه ما با این اسب خستم اینجا خودم حقیقتش واقعا خستم، میخوام بخوابم که فردا صبح انشالله دعا کنین که بتونم بزنم به جاده، به این خاطر که این بچه ها بهیم دارم ولم کنن. گفتن تازه پلن چیندن که بریم فردا ابرکو دور اطراف رو ببینیم، ولی نمیشه دیگه، باید سریعتر بزنم به جاده و این امروز رو جبران کنم. حالا امروز بابا سر که نمیبریم دیگه، حالا روز تعطیل بود دیگه، روز تعطیل بود و گفتیم که حالا بیایم پیش بچه ها یه سر بزنیم. خب جامعه ما رو یه چجوری چیزه و خوابم میاد خدا وکیلی. خب بریم پیش بچه ها و گوشت اینا گرفتن، گوشت چرخ کرده، بریم قاطی بکنیم کبابش کنیم و ادامه ماجراها. شما هم باشین در خدمتتون هستیم. شب اقامتگاه بومگردی سر ابرکو لونه چوغاک درست کرده مقل مشهدی ها، نرده بود رامکال هم گذاشته زیرش، خدا نکشه سعید و رامکال ها اینجا. این امروز جمعه بودش، بچه ها به جای این که پیش خانواده باشن زحمت کشیدن اومدن و دیگه جمع شدیم دور هم دیگه همدیگه رو ببینیم. این اقامتگاه هم طور که داریم بچه ها شباش از روزاش قشنگ تره، روزاش از شباش قشنگ تره. تو این دو سالی که کرونا بود یه چیز نزدیک به 30-40% اقامتگاه متاسفانه ریختن، اما این بچه ها صبر کردن با کارهای دوم سوم یک جوری بالاخره چرخ اینجا رو از ایستادن نجات دادن و الان شاید این هستیم که یه اقامتگاه بومگردی هستش که اصلا آدم لذت میبره بخواد بیاد اینجا راه. یا خدا وکیلی این صحنه ای که الان دارین میبینین اوج نهایت آرامش هستش و ازتون دعوت میکنم بیاین، به این خاطر که ابرکوه بین دقیقا بین یزد اصفهان و شیراز هستش، حتما برای دیدن سر به 4500 ساله میاین به اینجا هم سر بزنین. خیلی بچه هستن که پیام میدارن میگن علیرضا در قبال معرفی این بومگردی ها چقدر میگیری؟ به خدایی که این بالا الان هست و شاهد همه ما هست یک ریال من از این کار هیچ دریافتی ندارم. بعضی وقتا بچه ها هستن که زحمت میکشن و الان یه سری پیشنهادایی میدن ولی من قبول نمی کنم، به این علت که وظیفه من انعکاس واقعیت ها هست، همونطور که توی
گردانه اسدآباد بهتون گفتم چه اتفاقی برای من افتاد. وظیفه من هستش توی راه‌هایی که میرم اقامتگاه بومگردی که به هر حال امکانات خوبی دارم برای مسافرها رو معرفی بکنم. توی همین 4-5 روزی که عید بود یه چیز رو باشه 30-40 نفر از بچه ها پیام دادن که عجبا فلان جای ایران میخواییم بریم. خوشبختانه چون همه جای ایران رفتن و همه جا دوست و رفیقای خوبی به خوبی ابوالفضل و خدمت رو از کام سعید دارم، تونستم جای خوبی رو معرفی بکنم. بچه ها رفتن تشکر کردن راضی بودن، همین برای من کافی هستش. خیلی خوب دیگه زیاد پرحرفی نکنم، کباب آماده شدن بهتون نشون بدم و دیگه کم کم ویدیو رو ببندم که آپلود کنم که عقب نیفتیم انشاءالله از روال سفر. من داشتم میامدم ابرکو، یه رستورانی بود بچه ها، خیلی به قول معروف کامیون و اینا زیاد وایستاده بود، گفتم این رستوران خیلی عالیه. رستوران چی اسمش؟ بابا کویی هستش که حیباقا عزیز مدیریتشون رو دارن، مخلصه هم فدش. الان من دارم برامون زحمت میکشن کویده رو آباده میکنم. سید آقا میگه فیلم بگیر از مدیر رستوران و بابا کویی تو سر بکنن. آقا ابوالفضل دست شما در نکنه، آرفه سیخ کشیدن قشنگ و دوستان دارن زحمتشو میکشن. ایشون هم پسر آقا ابوالفضل عزیزم مکلا. سعید آقا هم که مثل همیشه خوش آلم فدای تو. یعنی اگه میخواین خوش بگذاره بچه ها توی یک سفر بهتون، فدای شما. مرد شکست ناپذیر ایران، قربونت. اگه میخوان یه سفر بیان، جای خوبی بیان، غذای خوبی بیان بخورین، آدم خوب و باحال گیرتون بیاد، بیان سر بکنن. چقدر گربه داری سعید؟ اون نردبونی که زدی جای اون چیزه، مثل نردبون رامکال یادته؟ اینا اون خدمت 200 ساله داره. جدی؟ اینا هم رامکالا دارم. گذاشتیم گربه ها میرن توی لونه پرنده. میرن واقعا؟ گربه ها میرن دارم. ای برای. دنیا برعکس شد. دقیقا مثل رامکال. بعد موقع کلاما میرن. میرن. ای جانم. باشه از شبا. بیان دوستان بیان. در خدمتشون باشیم. فدای شما. مرسی. یه بومگردیه به تمام معنی. واقعا همیتاره. و بچه ها دقیقه من میشناسن، اهل تعریف علکی و علکی جایی رو معرفی کردن نیستن، هر جایی که بچه ها باحال باشن و قشنگ کامل معرفی میکنن. بعد خط شکن گردشگری هم ما هستیم. خط شکستی ها رو خط شکن ایشالله همیشه. آره همون فزم چندی ما رفته بگی. خیلی جاتون خالی بچه ها، بفرمایین کبابه که هم سراشپزش خیلی ماهر بوده، هم بچه هایی که اینجا هستن خیلی باحاله. خب بچه ها ویدئوی آخر هم بگیرم، بفرمایین شام. آقا دستون در نکنه، سعید جان دست شما در نکنه، شما نوش جون نکنه، نوش جون. ممنون، مرسی از دعوتتون و شبتون بخیر. اینو میزنم به افتخار همتون. بعدای شما تا فردا انشالله.